خب این تصویر در اینجا این مربع را گرفته ایم آن را به صد مربع کوچکتر به صورت مساوی انها تقسیم کرده ایم و بعدا رنگ کرده ایم می بینیم که چند تا را رنگ کرده ایم هر کدام این ردیف ها دارای دهتا ده مربع می باشد خب این ده 20، ۳۰ ۴۰ ۴و ۱ چ ۲و چ۳ چو چهر چو پنج چو خب در اینجا ما به تعداد 47 تا 100 مربع کوچکتر مساوی را رنگ کرده ایم یا آن را گفته می توانید چیزی که با رنگ سبز و آبی سایه داده شده است در اینجا این 47 درصد را نشان می دهد این نشان دهنده 47 درصد از کل می باشد حالا در مورد این کنجکاو هستم می خواهم این کسر را بشکنم می خواهم آن را به شکل چهل بر بنویسم اجازه دهید این گونه بنویسم این را میخواهم چهل بر ده بنویسم جمع جمع چیزی بر صد و من فقط ستاره می نویسم جمع ستاره بر صد ست. و سوالم از شما این است این ستاره مساوی به چند می شود؟ ستاره مساوی به چند می شود؟ و ویدیو را متوقف کنید و تلاش کنید که جواب را دریابید. خیلی خوب با هم کار میکنیم یک چیز را فوری گفته میتوانیم این است که میگوییم چهل هفته برصد مساوی به چهل برصد است چهل برصد است شما در اینجا میبینید ده بیست سی چهل برصد این است ده بیست سی چهل بر جمع یک دو سه چهار پنج شش هفته بر صد جمع هفته بر حالا چهل بر صد چیز است با چهار بر ده چهل بر صد چیز است با چهار بر ده راه زیاده برای فکر کردن در این مورد وجود دارد یکیش این است که شما می توانید تقسیم کردن این بزرگتر مربع بزرگتر به دهم ده خب این یک دهم ده در اینجا خواهد بود این یک دهم ده خواهد بود این یک دهم ده دیگر خواهد بود این دوی بردمی باشد این سه بردمی باشد تمام کار را که انجام می دهم تقسیم کردن بزرگتر به دهم ده میباشد می باشد به دهم ده باید بگویم اگر بزرگتر را بگیرم اگر مربع بزرگتر را بگیرم به جای تقسیم کردن آن به آن را به دهم تقسیم می کنم. لذا این چهار برده خواهد بود. پنج برصد را انجام می دهم. شش برده شش برده هفت برده هشت برده و نوی برده و بعدا هم ده برده. متوجه باشید اگر شما به خطهای نارنجی ببینید بی مربع خود را به صد بخش مساوی تقسیم نکرده ایم. بلکه به ده بخش مساوی تقسیم کرده ایم. و شما می بینید این چهل بر صد که با رنگابی در اینجا است عین چیز است با یک بر ده دوی برده سه برد و چهار بر ده لذا این چهار بر ده می باشد راه دیگری که می توانید در این باره فکر کنید زمانی که از صدم به دهم می روید هر ده بر صد هر ده بر صد مساوی به یک بر ده است. لذا شما هر دو صورت مخرج را تقسیم ده می کنید. زمانی که از صدم به دهم می روید و شما صورت را نیز تقسیم ده میکنید. تا از صدم به دهم بروید. خب چهل تقسیم ده می شود چهار. صد تقسیم ده می شود ده. امیدوارم قانع شده باشید که چهل بر صد این چیز با چهار بر ده است. اما چی باقی مانده است؟ خب ما تا هنوز هفت برصد اینجا داریم خب چهل برصد جمع هفت برصد عین چیز است با چهار بر ده جمع هفت برصد خب ستاره در اینجا این می شود که خب این را پاک می کنم ستاره در اینجا می توانم بنویسم که هفت برصد خب می بینید چهل هفت برصد که تمام آن رنگ شده است این چیز است با چهار بر ده که عین چیز است با چهل بر که با رنگابی رنگ شده است جمع این یک دو سه چهار پنج شش هفت برصد در اینجا چهل هفت برصد یا چهل هفت صدم یا چهل هفت صدم چهار بر ده جمع هفت بر ست.